سلام، اینجا پلاتو و ما با کلی خبر جدید همراه شما هستیم. توی این ویدیو میخواییم درباره یه جنجال تازهی که از صدور مجوز برای ساختن فیلم محمد امین کریمپور به پا شده صحبت کنیم. اما قبلش اگر دوست دارید از جدیدترین اخبار هنرمندان و بازیگران ایرانی مطلع بشید، ما رو سابسکرایب کنید و اگر این زنگوله رو بزنید اولین نفری خواهید بود که از اخبار روز سلبریتی ها آگاه میشید. از شما که با لایک و کامنت هاتون ما رو حمایت میکنین بسیار سپاسگزاریم. محمد امین کریمپور متولد 7 مرداد 73 یکی از چهرهای شناخته شده اینستاگرامه که به تازگی خبر ساخت فیلم سینمایی او منتشر شد و این اتفاق با حواشی زیادی در دنیای سینما همراه بود. محمد امین کریمپور بعد از چند سال فعالیت در فضای مجازی به سمت دنیای بازیگری و کارگردانی سوق پیدا کرد و اولین بار در مرداد ماه سال 96 نمایش این ستا گرامی رو در تئاتر کارگردانی کرد و این نمایش با فروش خوبی مواجه شد. این چهره اینستاگرامی به تازگی کارگردانی فیلمی به نام حکم تجدید نظر رو بر عهده گرفته و انتشار این خبر با حواشی زیادی در میان هنرمندان همراه شد و پای این حواشی به تلویزیون هم باز شد. عده‌ای با شاخ مجازی خوندن کریمپور از این اقدام سازمان سینمایی انتقاد کردند. اونا خالی موندن میدون از چهره‌های برجسته سینمایی مثل ناصر تقوایی، بهرام بیضایی و کمکار شدن بعضی کارگردانان مطرح سینما رو به این مسئله پیوند زدند. گروه دیگر هم به حمایت از کریمپور پرداختند، از جمله رضا میرکریمی تهیه کننده این کار و منوچهر هادی که جزو مهمترین حامیان کریمپور هستند. واکنش رضا میرکریمی به کارگردانی محمد امین کریمپور. رضا میرکریمی کارگردان و تهیه کننده کشورمون تهیه کنندگی فیلم محمد امین کریمپور رو بر عهده گرفت و به حواشی ایجاد شده در خصوص کارگردانی این چهره جوان واکنش نشون داد. او درباره کارگردانی کریمپور گفت: اینکه جوانی قصد داره فیلم اولش رو بسازه اتفاق ساده‌ایه، مثل ده‌ها فیلم اولی در سال که با داشتن شرایط لازم و طی کردن مراحل قانونی فیلم می‌سازن. کریمپور در چند فیلم کارآموزی کرده، آموزش‌های لازم سینمایی هم دیده و حتی چند فیلم کوتاه با موضوعات اجتماعی ساخته که مورد تایید اعضای شورای پروانه ساخت قرار گرفته. نکته مهم این که ایشون برخلاف تصور تصمیم به ساخت یک قصه اجتماعی کاملا جدی بر اساس طرح مشترکی از خودشون و حسین سلیمانی به عنوان فیلم اول داشتن و از من خواستن که فیلمنامه‌ش رو بنویسم و فیلمنامه متفاوتی نوشته شد که در ادامه منو برای تهیه کنندگی کار ترغیب کرد. یک قصه شهری ساده و یک برآورد کم هزینه که زمان محدودی هم برای فیلم برداری نیاز داره و از طرفی بخش عمده سرمایه هم فراهم شده. این مجموعه شرایط برای یک فیلمساز اول ممکنه به سختی یا به راحتی مهیا بشه، اما به هر حال برای محمد امین فراهم شد. فراموش نکنیم این جوان هم مثل هر انسان دیگری حق کار یا انتخاب مسیر تازه رو بر خودش داره، پس بهتر منتظر باشیم تا فیلم ساخته بشه و اونو ببینیم و بعد قضاوت کنیم. واکنش حسین سلیمانی به کارگردانی محمد امین کریمپور. حسین سلیمانی بازیگر جوان کشورمون به همراه محمد امین کریمپور نویسندگی فیلم حکم تجدید نظر رو بر عهده داره. او درباره حواشی ایجاد شده در خصوص کارگردانی محمد امین کریمپور گفته: صبور باشید، شاید او فیلمساز بهتری باشه، شاید سینماگر بهتری باشه. سینما ملک پدری من و شما نیست. قرارم نیست برای سوارکار خوب بودن حتما اسب بودن رو تجربه کرده باشی. اینقدر بیمهر نباشید و زود قضاوت نکنید. بعدها که فیلمشو ساخت بیایید و فیلمشو نقد کنید. هیچ کس جای کس دیگری رو تنگ نکرده. با دروغ و تهمت و افترا چیزی درست نمیشه. واکنش منوچهر هادی به کارگردانی محمد امین کریمپور. منوچهر هادی کارگردان جوان کشورمون بعد از حواشی ایجاد شده در خصوص کارگردانی محمد امین کریمپور به این ماجرا واکنش نشان داد و گفت: محمد امین عزیز، خیلی خوش اومدی به سینما. هیچ کس حق نداره به ورود تو معترض باشه، نه تو نه هیچ کس دیگه، چه فوتبالیست، چه خواننده، چه موزیسین، چه چهره فعال اینستاگرامی. خود سینما به اندازه کافی بی‌رحمی‌های خودشو داره و آدم غیر سینمایی رو خیلی سریع از گردونه خارج میکنه. با قدرت کارتو پیش ببر و جواب منتقدین و فقط با ساخت یک فیلم خوب بده.
کسی که فیلمنامه‌ای رو انتخاب می‌کنه و اون فیلمنامه مجوز می‌گیره و خودش مدرک سینما داره و سرمایه یک فیلم سینمایی رو تامین می‌کنه و تهیه کننده کارش خود نویسنده و کارگردان سیماست، جناب رضا کریمی، و در شورای پروانه ساختی که جناب فریدون جیرانی در اون حضور داره و ایشونو تایید می‌کنه کافیه و در نهایت کسی که به این مرحله میرسه در سینمای ایران باید بهش اسکار داد. ایشالا فیلم خوبی خواهد شد و تو هم فیلمساز خوبی. هر کمکی از من خواستی محمد امین عزیز در خدمتم. حضور محمد امین کریمپور در دنیای سینما با واکنش‌های منفی زیادی هم همراه بود که در ادامه به بعضی از اونا اشاره می‌کنیم. واکنش کریم امینی به کارگردانی محمد امین کریمپور. کریم امینی کارگردان و بازیگر کشورمون در واکنش به کارگردانی محمد امین کریمپور در صفحه توییترش پستی رو به اشتراک گذاشت. این کارگردان و بازیگر درباره مجوز ساخت فیلم محمد امین اینطور گفت: سینمایی که ناصر تقوایی باید خونه نشین باشه و رقصنده‌های اینستاگرام پروانه ساخت سینمایی بگیرن باید درشو تخته کرد. استاد تقوایی، استاد بیضایی، ما از شما عذر می‌خوایم. این واکنش کریم امینی با انتقادهای تند و تیزی از سوی مردم و چهره‌های فضای مجازی روبرو شد و متاسفانه با واکنش‌های بی‌ادبانه‌ای از سوی فعالان مجازی همراه بود که کریم امینی رو مجبور به انتشار پست‌های دیگه‌ای کرد. واکنش سامان سالور به کارگردانی محمد امین کریمپور. سامان سالور کارگردان کشورمون به کارگردانی محمد امین کریمپور واکنش نشون داد. از سرزمینی که بیضایی‌ها رو مجبور به ترک وطن می‌کنه و تقوایی‌ها رو سال‌ها خونه نشین و استعدادهای جوانش رو به دلیل نداشتن روابط و نشناختن سرمایه‌گذار و معروف نبودن در فضای لجنمال مجازی سال‌ها پشت دیوار بلند مجوز معطل موندن، هیچ بعید نبود که به شاخ‌های اینستاگرام و دلقک‌های مزاجی و مجازی مجوز فیلمسازی بده تا از سفره پهن بی‌صاحب و بلبشوی پرسر و صدا لقمه چرب بگیره. علاوه بر این، امیر سیدزاده که در پایتخت شش نخستین تجربه بازیگری خودش رو پشت سر گذاشت ولی سالهاست که در تهیه کنندگی سینما به خصوص تهیه کنندگی فیلم اولی ها فعاله، هم اظهار نظر کرد و گفت: ظاهراً دیگه هیچ قانونی جز قانون سرمایه بر این بخش حاکم نیست. هر کسی که پول داره میره و حرکت فرهنگی میکنه، حتی در قالب کلیپ‌های سطحی رقص. بعد میگن به این افراد هم مجوز کارگردانی بدیم. در توجیه قضیه هم میگن که ما بررسی کردیم. دو سه فیلم کوتاه ساخته بود و سابقه داشت و خودشون میدونن همه توجیهاشون بیهوده است. اصل قضیه چیز دیگه ایه. اینها نمیخوان بپذیرن که یک کار خلاف قانون کردن و این کار خلاف قانون خودشون نشون داده، چرا که اهالی هنر نسبت به این قضیه عکس العمل نشون دادن. نظر شما در مورد کارگردانی محمد امین کریمپور چیه؟ به نظرتون این شاخ اینسا حق ورود به سینما رو نداره یا باید بهش اطمینان کنیم و ببینیم چه فیلمی و با چه کیفیتی میسازه و بعد اونو قضاوت کنیم؟ لطفا نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.